کتاب فرهنگ فلسفی به قلم دکتر فریدون شایان. با نظر اینکه مقدمه‌ای در کتاب موجود نیست، با نگاه نویسنده به عرض می‌رسانم که برخی مردم فکر می‌کنند کسانی که فلسفه می‌خوانند یا می‌نویسند در برج عاج نشستند و با واقعیت‌ها ارتباطی ندارند. این البته خطاست، زیرا تا آنجایی که تاریخ نشان می‌دهد فلسفه رفتاری آگاهانه و مستدل رو در قبال واقعیت تعلیم می‌دهد. افلاطون می‌خواست فیلسوفان حکومت کنند و این البته برای آن نبود که فکر می‌کرد فلسفه برج عاج‌نشینی است. برعکس، فیلسوف یونانی برام بود که فلسفه و واقعیت‌ها باید در هم بیامیزد. در قرون وسطا علاوه بر اینکه فلسفه به نوبه خود رشد کرد، با این همه حکمت مدرسی فلسفه را در خدمت گرفت و کلیسا بود که مضامین آن را تعیین می‌کرد. به گونه‌ای که شناخت افلاطون و ارسطو واقعی از آنچه جنبه مسیحی گرفت و به آسانی مؤثر نبود. فیلسوفان در قرون وسطا به زحمت قادر بودند به فراسوی حکمت مدرسی بروند و سدهای کلیسا را بشکنند، تا آنکه فیلسوف ایرانی ابوعلی سینا کتاب شفا را به رشته تحریر درآورد. این کتاب در اروپا انتشار یافت و از طریق خواندن آن بسیار از مردم با چهره نبوغ آمیز افلاطون و ارسطو آشنا شدند. قبل از آن تنها چهره مسیح شده افلاطون و ارسطو برای اروپاییان شناخته شده بود. بران آقای دکتر فریدون شایان تحت عنوان فرهنگ فلسفی شمه از آنچه گفته شده به اضافه بسیاری از مطالب دیگر که به فلسفه مدرن مربوط می شود آمده است و نیز اصلاحات فلسفی به توضیح در آمده اند. یکی از مطالبی که در این کتاب آمده جریان فلسفه ستیزی در ایران است. در این جریان دو سر بسیار مهم با یکدیگر ستیزیدند. غزالی یکی از این دو عنصر است. فیلسوفان را تکفیر کردند و به ویژه ابوعلی سینا به ابوعلی سینا تاختند. فیلسوفان را تکفیر کردند و به ویژه به ابوعلی سینا تاختند. این جریان فلسفی ستیزی تا مدت ها اثرات خود را بر تفکر و نیز خود جامعه ایرانی بر جای گذاشت. در کتاب دکتر فریدون شایان فرهنگ فلسفی از گزارش‌های و تمایلات فلسفی گوناگون سخن گفته شده. درود بر بینندگان تلویزیون برابری، در خدمت دکتر فریدون شایان هستیم. آقای شایان نویسنده و مدرس فلسفه در ایران بودند و اکنون ساکن سوئد هستند. کتاب‌های زیادی در زمینه تاریخ، فلسفه، جامعه شناسی همینطور درباره ادبیات نوشتند، درباره شاعران بزرگ ایران، من جمله فردوسی. از جمله کتاب‌های کتاب‌ها منتشر کردن میشه به بروز تراژیک در پارادوکس‌های تاریخی، از بهشت تا بهشت که یک رمان فلسفی هست اشاره کرد، همینطور مقدمه‌ای بر جامعه شناسی و فلسفه، از میمون تا انسان و سامان عقلی تا سامان هستی. همینطور کتابی به نام انسان، آزادی، سرنوشت و سیری در تاریخ باستان. آقای شایان بسیار خوش آمدید و ممنون از این که پذیرفتید درباره این کتاب تازه که آقای شایان دادن، فرهنگ فلسفی که تازه منتشر شده، میخوایم گفتگو کنیم و توضیحاتی بدیم. بسیار خوب، خیلی ممنون از شما. آقای شایان درباره این فرهنگ فلسفی که به تازگی منتشر شده به توضیح بدید. توضیح هم این هست که در این فرهنگ ما اولا در زبان فارسی فرهنگ
فلسفی نداشتیم و فرهنگ‌های دیگه داشتیم در زمین‌های مختلف، ولی فرهنگ فلسفی نداشتیم. یکی این است، یکی اینه که اصولاً فرهنگ یعنی ارتباط رشته‌های مختلف و علوم با هم، یعنی اون علومی که عرض کنم که در این زمینه ها مطرح میشه با یکدیگر ارتباط حاصل میکنن. وقتی میگیم فرهنگ فلسفی، یعنی فرهنگ فلسفی ارتباط پیدا میکنه با فرهنگ های دیگه و در نتیجه مجموع جریان علم و دانش پیش میره. واقعا در فارسی ما یک فرهنگ اخص فلسفی نداشتیم؟ نداشتیم، نه. فرهنگ سیاسی داشتیم، فرهنگ جامعه شناسی داشتیم، جامعه شناسی داشتیم، یعنی فرهنگ فلسفی نداشتیم. به همین دلیل من یکی از دلایلی که تصمیم گرفتم چنین کتابی بنویسم همین است. در واقع به نیازهای فلسفی جامعه ایران پاسخ دادید، به خصوص برای نوآموزان فلسفه بود. این شامل چی هست آقای شایان؟ شامل مفاهیم فلسفی به اضافه اشخاصه؟ بله، مفاهیم فلسفی و فیلسوفانه. یعنی عرض کنم که بالاخره هر علمی و دانشی مفاهیمی داره. این مفاهیم تو این کتاب اومده و در این حال فیلسوفان بزرگی که ما میشناسیم مطرح شدن. البته همه شون نه، ولی بعضی هاشون اومده به این ترتیب که از لحاظ تأثیری که در فلسفه بعدی گذاشتن مهم بودن. به همین دلیل ما اول اونها رو مطرح کردیم. در واقع مفاهیم پایه‌ای فلسفی رو شما اینجا توضیح دارید. مفاهیمی که به هر حال البته میتواند، یک مفهوم میتواند از نظرهای مختلف مطرح بشه و عمق و ژرفا پیدا کنه. این مفهوم رو ما مطرح کردیم و نظراتی که چون خیلی چیزها هست که آدم میگه ولی در عمقش نمیره، ما متصدق کردیم که در عمقش بریم تا اونجایی که ممکنه مطرحش کنیم و در عمقش بریم. و از طرف دیگه فلاسفر هم همینطور، فلاسفر هم کوشیدیم که مطالبی رو مطرح کنیم که در حقیقت این مطالب این فیلسوف رو این فیلسوف کرده، باعث شده که این فیلسوف بشه. مثلا عرض کنم که وقتی از صحبت از هراکلیت میکنی، هراکلیت رو فقط در اینکه در فلان تاریخ به دنیا آمد و در فلان تاریخ از بین رفت ننوشتیم، بلکه سعی کردیم که با آنچه را که باعث شد این فیلسوف همون فیلسوفی باشد که ما میشناسیم اون رو مطرح کردیم و تز نظری او رو هم آوردیم. بله. خب این اشخاص و این فیلسوفان رو خب خیلی زیادن. بله. شما چگونه انتخاب کردید؟ گزینشی بوده این افراد انتخاب کردید؟ حتما گزینشی بوده. چون این فرهنگ فلسفی 168 صفحه است. بله. خب تعداد فیلسوفان خیلی بیشتر از این هم که فیلسوفان بله بیشتر از این هم. ما بر اساس اینکه اون فیلسوف چقدر تأثیر داشته در کارهای بعدی فیلسوفان در این اساس انتخاب کردیم. چقدر تأثیر داشته.
این کتاب فرهنگ فلسفی در سوئد توسط نشر ارزان منتشر شده، امیدواریم که یک روزی بتونه در ایران هم در بیاد. چرا تلاش نکردیم که در ایران در بیاد این کتاب؟ حالا ایران هم طور که میدونید در رفتات شاهی ویله، آدم نمیدونه چی کار رو کنه، ولی همین داریم درد سر داشت و نخواستیم وارد درد سر بشیم. حالا در آینده امیدوارم که جای خودش رو باز بکنه. شما پیش از این یک کتابی نوشتین، من نام کتاباتون رو بردم، یک کتاب دارین از سامان عقلی تا سامان هستی. این کتاب در سال 2006 منتشر شده، بازم در سوئد. ممکنه توضیح کوتاهی درباره این کتاب هم بدید؟ درباره این کتاب چه جنبه‌ای؟ بله، که درباره چی هست این؟ حالا اصلا هم که این کتاب عبارت از این که میدونیم که خب در فلسفه یک سامان عقلی و ایدئالیستی داریم و یک سامان دیگری که اون سامانه. سامان اصولا هم در برابر کلمه نظم اووردم سامان رو. عرض کنم که از زمانی که یونانیان کار فلسفی میکردن، از همون زمان ما متوجه میشیم که اونا به یه چیزی اعتقاد داشتن که بهش خودشون بهش میگفتن لوگوس. این لوگوس یکی سامانه، یک نظمه، یک قانونه، همه اینا در معنای لوگوس میاد. منطق هم هست؟ منطق هم هست. هم سامانه، هم منطقه، هم قانونه، هم به همه اینا میاد. به همین دلیل عرض کنم که یک یونانیان که فلسفه بالاخره حالا کار ندارم از جاهای دیگه هم بوده، ولی بالاخره از اونها شروع میشه. یونانی ها میگفتن که یک رابطه ای وجود داره بین لوگوس که همه این هاست و خود انسان، و همین دلیل سعی میکردن که این لوگوس رو توضیح بدن. و همین دلیل سامان که ما اینجا تو این کتاب آوردیم به معنای همون لوگوس یونانیه. به معنی لوگوس یونانی هست که از سامان هستی است. یه موقع است که ما سامان هستی رو نگاه میکنیم، باز همون لوگوس. یه موقع است که سامان عقلانی رو نگاه میکنیم. اینا هر دو با هم ارتباط دارن. سامان هستی همون سامان عقلانی است، ولی در جاهای مختلف متفاوت. در این کتاب من خوندم، خب شما به اندیشه‌های فیلسوفان پوزیتیویست اشاره کردید و همینطور به اندیشه‌های هایدگر، و اونجا یک اون هستی مرکزی این کتاب که روی اون خواستید تأکید بکنید و توضیح بدید، مسئله علیت هست، یعنی اون اصل فلسفیه. چرا روی این تمرکز کردیم؟ یعنی بخواستیم آیا علیت مورد چون چرا قرار گرفته؟ مسئله علیت دقیقا به خاطر اینکه علیت بر سر علیت هنوز دعواش. مثلا انشتن به علیت اعتقاد داشت و میگفت نمیشه علیت رو حذف کرد، در حالی که عرض کنم که پوزیتیویست ها و دیگران هم همینطور به علیت اعتقاد ندارن. ما خواستیم دو نوع طرز تفکر رو با هم مقایسه کنیم. یکی علیت کلاسیکه، علیت کلاسیک، بعد یکی هم علیت جدیدی که به وسیله
هایزنبرگ مطرح شد در همین عرض کنم که توی همین پرتوهای نوریو بله توی همین چیز مطرح شد هایزنبرگ دانمارکیه تو همین دانمارک مطرح کرد همین دلیل دو تا مقایسه هست بین علیت کلاسیک و علیت جدید که میگن علیت احتمالی یعنی علیت مبتنی بر احتمالات هایزنبرگ از کار خودش اینطوری نتیجه میگیره که بالاخره یه الکترون داریم این الکترون رو مطالعه میکنیم بعد باید مثلا 10 بار که مطالعه کردیم این 10 بار این نتایج یکسانی رو نشون بده ولی هایزنبرگ میگه نمیده این نتایج یکسانی رو نمیده رفتارش عجیبه رفتار الکترون عجیبه و همین دلیل میگه که منتها از چند بار که آزمایش کنیم چند بار ممکنه نتایجی که میخواییم بده ولی همیشه نه پس اینجا مسئله تصادف پیش میاد بله درسته؟ مسئله تصادف بله آره حالا خود هایزنبرگ نمیگه تصادف ولی دیگران شاید کسانی که به فکر توجیه فلسفی مسئله هستن میگن شاید تصادف من به هر حال علت اینه که علیت رو اینجا مطرح کردیم که همطور که گفتم به خاطر این است که بر سر مسئله علیت هنوز دعواست اینشتین علیت کلاسیک رو بدون نقص میبینه یعنی این علیت همون اصل فلسفی دلیل کافیه؟ علیت رو اینطوری میتونیم چیز بکنیم تعریف بکنیم هر حادثه ای که در این لحظه اتفاق بیفته علتش در لحظه قبل و تأثیرش در لحظه بعده هر حادثه ای که اتفاق بیفته علتش در لحظه قبل و تأثیرش در لحظه بعد این تعریف علیته ولی کسانی مثل هایزنبرگ از لحاظ فیزیک از لحاظ فیزیک و دیگران اینا میگن که نمیشه گفتش که این رابطه همیشه تکرار میشه همیشه تکرار نمیشه و بنابراین اگه بخوایم به سامانی برسیم باید ردیف احتمالات رو جلو بریم احتمالات رو ببینیم به چی خط میشه آقای شایان پس شاید استدلال های درباره مفهوم علیت قدیم الان با چونه چرا رو برو شده که این مسئله علیت احتمالی مطرح شده درسته؟ نه به خاطر اینکه میگم هایزنبرگ در فیزیک مشاهده کرد که تکرار نمیشه یه بار تکرار میشه یه بار نمیشه و خودش میگه رفتار عجیب الکترون خب اگر اینجا نقد بزنیم به یک مفهوم اساسی فلسفه یعنی فلسفه چیست؟ شما خودتون بارها توضیح دادید جستجوی حقیقت خب این حقیقت مطلقه؟ همطور که گفتم بر اساس نظراتی که مطرح شده اولا ما مشاهده میکنیم که یعنی خود هایزنبرگ هم تأکید میکنه که مفهوم احتمالی ارز کنم که یک حادثه ای اینطوریه که به ما نشون میده که ما در شرایطی که داریم بررسی میکنیم عامل تحقیق خودش دخالت داره
عامل‌تر در فیزیک کلاسیک، در نمیدونم عرض کنم که علیت کلاسیک عامل تعیین کننده بیرون بود، اوبژکتیو بود. ولی اینجا نه، اینجا عامل تعیین کننده بیرون فقط نیست، خود اون کسی هم که تغییر میکنه تأثیر میذاره در. یعنی سوژه تأثیر میذاره توی دریافت حقیقت. بله، اون کسی که تغییر میکنه وضعیتش تأثیر میذاره در دریافت حقیقت. در درست باشن. به هر حال فلسفه مطابق تعریف بسیاری از فیلسوفان از جمله خود شما این هست که اراده معطوف به دریافت حقیقته، در جستجوی حقیقت، کشف حقیقته. خب از طرف دیگه ما میبینیم که این فیلسوفان به نتایج متفاوت و حتی متنافر میرسن. یعنی حقیقتی که دنبالش هستن خیلی اینجا تکثیر میشه، متکثره. چرا؟ اینو شما چجوری توضیح میدید؟ حالا اینشتین میگه که اگه بخوایم بفهمیم که واقعا فیزیک چی میگه، نباید به حرف فیزیک دارم توجه کنیم، بلکه باید عرض کنم به عملشون نگاه کنیم. یعنی در عمل به چه نتایجی رسیدن. اینطوریه، یعنی قبلا اینطوری بود که فقط ما به نظراتشون توجه میکنیم، ولی حالا باید به عملشون توجه کنیم. خب و به هر حال در عملشون هم یک عمل نیست، عملهای متفاوته. بله، عمل متفاوته، ولی اینشتین فکر میکرد که بالاخره نتایج عملی رو زودتر میشه سرهم کرد و نتایج تئوریک رو. فکر میکنید که فلسفه، این تاریخ فلسفه رو وقتی که نگاه میکنیم امروزه، فلسفه با چالش های هم روبرو شده. مثلا بعضی از خود فیلسوفان میگن که فلسفه به اسارت در اومده، به اسارت علم، به اسارت عربیات و به اسارت تاریخ. اینو علمدیو میگه. فکر میکنید دوران فلسفه سپری شده با پیشرفته؟ من فکر نمی‌کنم اینطور باشه، به خاطر اینکه هیچ علمی جدا از عرض کنم که فلسفه نمیتونه به نتیجه برسه. چرا؟ به خاطر اینکه هر حال فلسفه یک چشم‌اندازی رو در برابر عالم میاره که اون اگر فلسفه نباشه اون چشم‌انداز نیست. بالاخره در دنیایی که خیلی چیزا ناشناخته است هنوز، لازم است که فلسفه باشه تا اون نقاطی رو که واقعا چیزی در کار نیست، نوری در کار نیست، اشعه‌ای در کار نیست، اونها رو فلسفه توضیح بده. خب اینا رو علم هم داره توضیح میده. مثلا تو فیزیک الان ماده تاریخ مثلا بنای یک مفهوم تازه که باش رو اصلا ولی خود علم داره توضیح میده. خود علم اگر بخواد توضیح بده احتیاج قبلش به فلسفه داره. یعنی انگلس در کتاب دیالکتیک طبیعت میگوید که ما
مدت ها دعوا بود بر بین فیزیک دان ها و شیمی دان ها. بین فیزیک دان ها و شیمی دان ها دعوا بود بر سر اینکه این مسائل مربوط به الکتریسیته رو در کجا باید بررسی کرد، در کجا باید شناخت. شیمی دان ها میگفتن در فیزیک، اینکه از گردن خودشون باز کنن، میگفتن در فیزیک. بعد فیزیک دانا میگفتن در شیمی، یعنی همه، یعنی هم فیزیک دانا میگفتن شیمی، شیمی دانا میگفتن. بعد انگلس میگه که در مرز، انگلس اینه میگه در مرز بین علوم هست که باید منتظر مهمترین نتایج بود. در مرز بین علوم هست. و باز انگلس میگه که و این مطلب رو خود تاریخ علم نشون داده، در مرز بین علوم، در مرز بین شیمی و فیزیک، در مرز بین عرض کنم که زیست شناسی و فیزیک یا شیمی، در مرز این نقاط باید که منتظر مهم در این نتایج بود. بعد میگه که بالاخره حرف در علم نقاطی وجود داره، در علم نقاطی وجود داره که هر دانشمندی، حتی که هر دانشمندی ناچاره که در اون جهت کورمال بره. نقاطی وجود داره که ناچار کورمال بره و اون چی که افق این منطقه رو روشن میکنه همانا فلسفه است. آقای شایان، خیلی ها معتقدن که فلسفه فهمش دشواره. واقعا مورا از اینه شما این چنین اعتقادی داریم؟ فلسفه دشواره فهمیدنش؟ من فکر نمی کنم، چون که منتها نه، یعنی برای انسانهای عادی منظورم، نه این برای فیلسوفان. مثلا تأثیر این تو زندگی روزمره چیه؟ تأثیرش هم توی گفتم در قبل از هر چیز در علمه. یعنی علم بدون فلسفه راه به جایی نمیبره در حقیقت. و در برای دشوار بودن فهم فلسفه چی میخواستیم نکته بگیم راجع به در برای آره دشواره از این نظر که کسانی که این رشته رو شروع میکنن اگر ابتدا هم بالاخره مطالعه نکردن و یا فرهنگ فلسفی برایشون حلاجی نشده، خب دشواره. مثل هر علم دیگری، مثل هر علم دیگری آغازش دشواره، ولی وقتی که فرهنگ جذب شد، فرهنگ فلسفی جذب شد، مثل رابطه فامیلی میمونه. شما چه توصیه‌ای دارین برای کسایی که به فلسفه علاقه مندن، به خصوص با رویکردهایی که در این روزها نسبت به فلسفه هست، به خصوص به اندیشه های فیلسوفای جدید؟ میدونید که مبارزان سیاسی هم همه سعی میکنن خودشون مجهز بکنن به درک فلسفی، به خصوص چپ ها. چه توصیه‌ای برای جوانان دارید؟ من فکر میکنم که توصیه من هم که در اساس حرفایی که زدم باید توجه بکنم که آنچه را که بر ضد فلسفه گفته میشه در حقیقت راه به حقیقت نمیبره. برای خاطر اینکه گفتم علم در حال
مترسد مطالبی است که بالاخره در توی این یا این مطلب مطرح میشه و جنبه فلسفی داره. ولی در این حال باید توجه کرد که خب فلسفه در حقیقت یه مقداری بر ضد نظام های موجود و حاکم هست. این هست دیگه، بالاخره نمیشه. یعنی همه این فلسفه؟ بله. یا بعضی از فیلسوفان؟ نه، بعضی از فیلسوفان که خود فیلسوفان در حقیقت چیزشو دارن، مسئولیتشو دارن. ولی خود فلسفه هم یک فکر انتقادی است. فلسفه اساساً یک فکر انتقادی، فکر انتقادی است. و بنابراین مسلمه که کسانی که به این نحو یا اون نحو دارای منافع مستقر می باشن، به این نحو یا اون نحو دارای منافع مستقر می باشن، با فلسفه مخالف باشن و بنابراین مطالبی رو ارائه بدن که ضد فلسفه است. ما در ایران ضد فلسفه داشتیم و بسیار هم داشتیم و ولی بالاخره فلسفه خودش رو از گردابی که میخواستن توش بندازنش رهانی. اشارتون به غزالی است حتما. بله، غزالی ضد فلسفه رو نوشت و اتفاقا چیزی که جالب هست اینه که آدم وقتی مطالعه میکنه زندگی غزالی رو میبینه که زندگی غزالی در این حال ارتباط داشته با یه مقداری زیادی اگنوستیسیسم که اروپایی ها بعدا گرفتن. با اگنوستیسیسم یعنی با عرض کنم که فلسفه لاادری، یعنی غزالی وقتی که مثلا رد میکنه فلسفه رو در جانشینش از چیز نمیذاره که جانشینش فلسفه اسلامی که نمیذاره که جانشینش یک نوع اگنوستیسیسم میذاره. پیوند میخوره با دین دیگه، بیشتر دینیه دیگه. نه دینی، خودش دینیه ولی اون چیز رو که ارائه میده اگنوستیکه، یعنی یک حالت چیز داره، یعنی میگه نمیشه دنیا رو شناخت و چون نمیشه جناب و خدا مطرح میشه. به همین دلیل باید توجه کرد که حتی کسانی هم که بر ضد فلسفه مطلب نوشتن کسانی بودن که بعدها به یک فلسفه هایی چسبیدن که در حقیقت فلسفه به معنای خاص کلمه نبوده. به همین خاطر است در ایران جریان انتقادی فلسفی پا نگرفت یا خیلی ضعیف بود، بیشتر در ارتباط با دین قرار گرفت. دقیقا علتش همین بود. اصولا در ایران فلسفه رو حذف کردن که به جاش عرفان رو بشونن، عرفان مطرح شد. یعنی هر جا که بحران فکری و فلسفی و علمی وجود داشت در ایران اومدن عرفان رو مطرح کرد. الان شما میبینید حوزه های عرفانی از آمریکا گرفته تا فرض کنم که از آمریکا گرفته تا کشورهای خیلی خیلی محدود حوزه های عرفانی تشکیل میشه و با شور و هیجان از عرفان دفاع میکنه، در حالی که فلسفه رونقی به اون ترتیب نداره. در میبین اینا عادته شعرهای ما هم
می سرودن دیگه، مثلا مولوی می گفت که پای استدلالیان چوبین بود. بله. یا عقلان بیرون از پرده وجود هم. بله اینطوری بود. عظمت ادبی مولوی باعث شده که عرفانش هم مطرح بشه. عرفانش هم. چرا برن که میگه که اونجا که داستان شیر و گوش رو میگه، میگن یه نفس خرگوشید به صحرا در چرا، تو به قهر این چهتون و چرا. نفس خرگوشید به صحرا در چرا، تو به قهر این چهتون و چرا. آقای شاهین، شما در باره شاعر بزرگ ایران که خب شعر خیلی اهمیت داشته، یه جوری سلطه داشته بر همه چیز، مثلا فردوسی، حافظ، مولوی، خیام، در باره همه اینها پژوهش‌هایی داشتین، مقالاتی نوشتین، درسته؟ بله گویی آدم. آره مثلا من دیدم در باره فردوسی خیلی مفصل. آره اینا رو خوبه که بازنشر بکنید. چیکار کنم؟ بازنشر بکنید. دوباره چاپ بکنید. اینا اگر فرصتی باشد و خوبه که این جوانای امروز هم ببینم با این آثار آشنا باشن. بله. آقای شایان، من یک سوالی میشه تو ذهنم هست، بخصوص با روی کردی که به فلاسفه مدرن در عصر معاصر هست. مثلا الان روی کرد به اندیشه های هایدگر خیلی زیاده. شما تو این کتاب یه بخشی رو به نظرات هایدگر اختصاص دادین و یه جایی گفتین هایدگر بر ابهامات می افزاید. ممکنه اون جوهر نظر هایدگر رو برای ما توضیح بدیم؟ و سوال منم اینجاست که خب چرا هایدگر از فاشیست دفاع کرد؟ والا اون شرایط آلمان بود دیگه. بالاخره هیچ متفکری از زمینه های فکری و اجتماعی کشور خودش نمیتونه کاملا ببره. هایدگر به خاطر اینکه در آلمان زندگی میکرد و در آلمان رو محدود کرده بودن، برخلاف مثلا انگلستان و فرانسه که مستعمره داشتن و محدود نبودن، به هر حال آلمان محدود بود و به همین دلیل از این حالت بسته گاه می غلطید به یک حالت رومانتیک، به حالت رومانتیک می غلطید و در حالت درون حالت های رومانتیک سعی می کرد که مفری برای خودش جستجو کنه. مثلا چون هایدگر کلن خیلی چیزها رو که در فلسفهش اومده از کسانی گرفته که اونها در حقیقت به یه نوعی و آلمان هم دردی میکردن، مثل چمبرلن. به همین دلیل یه خودی یه حالت تنگی و حالت باعث میشد که شخص مبتنی باشه بر یک سلسله تدابیری که اثبات نشده است. هایدگر هم همینطوری بود. البته هایدگر رو سعی کردم که بزرگش کنم. فرانسوی ها معمولا یکی سری که مغزوب میشه میدن سراغش.
و همین کارم کردن، یه مقداری فرانسوی ها دوباره روش آوردن. چه چیزی اون عناصری از اندیشه های او امروزی هست یا میشه امروز بهش رجوع کرده، اتقا کرده؟ میوه ای چید از اون اندیشه ها؟ در حقیقت هایدگر به جز همون فکری که فلسفهی که سرانجام و در آخرین تحلیل منوته منجر میشه اگزیستانسیالیسم چیزی ارائه نداد دیگه. در حقیقت همون اگزیستانسیالیسمی که منطقه سارت سرکت که اگزیستانسیالیسم خودش رو از این فیرایه های فاشیستی پاک کنه، ولی اون نکرد. ولی به هر حال هر دوشون منجر به یک فلسفه ای رسید، منجر به یک فلسفه ای شدن هر دوشون که در حقیقت غیر از اگزیستانسیالیست و فلسفه وجودی نبود، فلسفه وجودی بود دیگه. سارت می‌نویسه که اگزیستانسیالیسم در واقع عمل کردن به یک فلسفه است، و سارت اضافه میکنه که این اگزیستانسیالیسم که عمل کردن به یک فلسفه است، فلسفهش باید فلسفه زمان ما باشه. ولی کدوم فلسفه؟ سارت میگه که در حقیقت خیلی طبیعیه که اگزیستانسیالیسم از مارکسیسم نام بگیره، ولی در حالی که خب هایدگر این کار رو نمی‌کنه. شما آقای شایان در نوشته‌هاتون به انگلس خیلی رجوع میدین و به مارکس، و خب تحت تاثیر مارکسیسم هستید. اون بالاخره این فلسفه اونجایی که میاد با سیاست گره میخوره، اون سوژه تغییر رو مطرح میکنه. مثلا در مارکسیسم پرولتاریا اون سوژه تغییر. امروز چطوری نگاه میکنیم به اون؟ نظرتون چی هست؟ آیا تغییرات حاصل شده؟ آیا اون سوژه تغییر هم همان پرولتاریا هست؟ من فکر میکنم که بالاخره، من نمیخوام بگم تنها، ولی بالاخره تنها نه، ولی در حقیقت آدم ها نمیتونن جامعه معاصر رو بفهمن بدون آنکه مارکسیسم رو خونده باشن. ولی این معنی نیست که همه چیز اون توه، معنی نیست که همه چیز رو باید از اون گرفت، بلکه حقیقتش اینه که نمیشه فهمید دوره معاصر رو بدون مارکسیسم. ولی خب چیزهای دیگه هم هست که باید برش افزود، مثلا ما میدونیم که نظریات کورنو در مورد همین مسئله که صحبت میکردیم، نظریاتی هستن خیلی روشن و واضح و در این حال این علیت رو هم که به تصادف منجر میشه یا به چیز دیگری منجر میشه اون رو هم توضیح میده. ولی برای فهم دنیای معاصر باید آن را هم خواند. ولی بعضی خوب نمی کنن. ولی میگم مارکسیسم در حقیقت یک سندی است،
یه آدم برای اینکه جامعه معاصر رو بفهمه باید حتما اون رو بخونه. برای اون سوژه تغییر پرولتاریا چی میگید؟ پرولتاریا عرض کنم که یعنی این مفهوم در نظر مارکس و انگلس که مطرح کردن اون امروزه همچنان سوژه تغییره؟ پرولتاریا مثل هر مقوله دیگه ممکنه تغییر کنه ولی مسئله بر سر اینه که خود مارکسیست ها وضعیت پرولتاریا رو دقیقا متوجه نشدن، چون پرولتاریا در این حال یک نیروی بازدارنده قوی هست و این نیروی بازدارنده از شبیه در حقیقت شبیه چیزیست که اون رو میتوان مقایسه کرد با نیروی عظیم بربرها. خود مارکس و انگلس هم یه مقدار به این توجه داشتن، یک نیروی که در ابتدا بربره ولی بعداً در جهت اصلاح و تغییر خودش میفته، یک نیروی بربری که در حقیقت عامل براندازی نظم موجود در اروپا خواهند شد. غیر از یه نیروی بربریت نمیتونست همچی کاری رو بکنه، حالا ولی اینکه نکرد یا در یک نیروی بربری و در این صورت باید توجه داشت که پرولتاریا عادی نیست، یکی نمیدونم یه دسته ای از مردم نیستن که یه جنه شستن تصمیم میگیرن، یک نیروی مبتنی بربریت هست. منظورت از بربریت چی هست؟ بربریت همونی که یونانی ها به غیر خودشون گفتن بربر. من بسیار سپاسگزارم از شما آقای فریدون شایان که اومدید اینجا و این امکان فراهم شد که ما تونستیم با شما گفتگو بکنیم. متشکرم. اگر در پایان نکته ای میخوایید بگید بفرمایید. منم به سهم خودم متشکرم که شما بالاخره باز هم به این فکرها هستید که فلسفه ای مطرح بشه، فکری مطرح بشه و من هم از این نظر متشکرم. به هر حال همیشه یک نیروی خودآگاهی باید پیدا بشه، نیروی خودآگاهی باید پیدا بشه که این مسائل رو به هر حال به این نویان مطرح کنه و الان پیش نمیده. خیلی ممنون. ممنونم. فراموش نکنید این کتاب تازه آقای فریدون شایان، فرهنگ فلسفی، که تازه منتشر شده. متشکرم. ممنون آقای شایان. خیلی ممنون. Thank you.